مایکل پریجنت، تحلیلگر ارشد خاورمیانه و کارشناس نظامی در مؤسسه هادسون میگوید تصاویر مربوط به اعتراضات مردمی در ایران گویای آن است که بیشترین عملیات سرکوبی معترضین توسط بسیجی های تحت فرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفته است. آقای پریجنت این ارزیابی را در مصاحبه اختصاصی با گابریل برباتی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا مطرح ساخت که ضمن آن به چند پرسش دیگر درباره واکنش دولت آمریکا به این اعتراض ها نیز پاسخ داده شده است. U.S. Vice President Mike Pence. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت آمریکا از اعتراض‌های مردمی در ایران حمایت می‌کنه چون خواستار کشوری آزادترن. نظر شما چیه و آمریکا چه نوع حمایتی باید به مردم ایران بده؟ در چنین تظاهراتی هر وقت مردم علیه دولتشان شورش می کنند و تقاضای آزادی و تغییر در نابرابری ها را دارند، جامعه بین المللی و قطعا آمریکا باید به آن توجه کنند. ما انتظار این تظاهرات را نداشتیم، اما وقتی تظاهرات روی می دهد حرکتی است که باید از آن حمایت کرد. این بار با 8 سال پیش فرق می کرد. ما در حمایت از مردم ایران و در مخالفت با اقدامات رژیم، اقتصاد افراط و تفریط و تلف کردن پول کلانی که بعد از برجام دریافت کردن ساکت نماندیم. باید آن را مورد توجه قرار دهیم. خوب است که رئیس جمهوری میگوید آمریکا در کنار مردم ایران می ایستد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که جهان به اقدامات ما توجه می کند. همسایگان در منطقه باید شبکه‌های اینترنتیشان را گسترش دهند تا ایرانیان بتوانند از آنها استفاده کنند و پیامشان را به گوش جهانیان برسانند. همچنین مهم است که معاون ریاست جمهوری و دیگران در برنامه فارسی صدای آمریکا حاضر شوند و با مردم ایران صحبت کنند. دولت آمریکا در نظر داره در مورد توافق اتمی با ایران یا وضع تحریم‌های بیشتر تصمیم‌هایی بگیره. شما از دولت آمریکا چه انتظاری دارید؟ به ویژه در ایامی که در تظاهرات بازداشت و سرکوب صورت گرفته. There will be sanctions introduced against human rights abusers in the Iranian government. تحریم‌های علیه نقض حقوق بشر توسط دولت ایران پیشنهاد خواهد شد. به ویژه علیه کسانی که در بسیج و سپاه پاسداران که در سرکوب این تظاهرات نقش داشتند. ما اوضاع را زیر نظر خواهیم گرفت. دولت این مراقبت را انجام می‌دهد. در مورد برجام و تحریم‌ها وقت آن نیست که با تمدید آن یا برداشتن تحریم‌ها به رژیم ایران جایزه بدهیم. باید تحریم‌ها را به موارد علیه نقض حقوق بشر در ایران هم گسترش دهیم. ضرب العجل هفته آینده در مورد برجام با آنچه آمریکا در واکنش به تظاهرات انجام می‌دهد تفاوت دارد. چشم‌ها باید به حفظ جنبش و حرکت مردم دوخته شود. در همین حال باید مطمئن شویم مردم ایران بدانند آمریکا و جامعه بین المللی اوضاع را زیر نظر دارد. ویدیوهایی حاکی از نقض حقوق بشر و تظاهرات را باید بتوانیم در رسانه‌ها ببینیم و آنها را به تفصیل منتشر کنیم. آیا مستثنا کردن ایرانیان از برنامه محدودیت ویزا حرکتی مفید از سوی آمریکا نیست؟ چند طرز تفکر وجود دارد. ما الان ممنوعیت ویزا را بر نمی داریم زیرا این مثل پاداشی به رژیم است. ولی اگر ویزا را برای دیگراندیشان آسان کنیم پیام قدرتمندی خواهد بود و می تواند ابزار و اهرم خوبی باشد. ولی ممکن است حکومت تصمیم بگیرد که چه کسی میتواند کشور را ترک کند و چه کسی نمیتواند و اجازه ندهد دیگراندیشان کشور را ترک کنند. شما نقش واحدهای سپاه پاسداران در سرکوب تظاهرات را چگونه میبینید؟ همچنین موضع ارتش ایران را. آنچه تا کنون دیده ایم سرکوب تظاهرات عمدتاً با بسیج و مأموران محلی انتظامی بوده است. بسیج تحت فرمان سپاه پاسداران است. بنابراین وقتی بسیج دخالت دارد به معنای دخالت سپاه پاسداران است. توجه ما به فرماندهان بسیج و سپاه پاسداران است. فرمانده سپاه گفته است برای سرکوبی بازیچه‌های آمریکا جاسوسان آمریکایی و تحریک‌کنندگان آمریکایی آماده ایم.
ما میدانیم فرماندهان سپاه چه کسانی هستند. ما به دنبال تحریم ها و ابزارهای دیگری هستیم که اطمینان حاصل کنیم آنها دستشان برای سرکوب باز نباشد. در مورد ارتش ما گزارش داریم که برخی به تظاهر کنندگان گفتند برای جنگ با شما نیامده ایم. ما حتی این را در مورد افسران سپاه هم شنیده ایم. ما انتظار داریم این برخورد به اکثریت افراد ارتش، به سربازان با درآمد کم، به سربازان با درجات پایین گسترش یابد. امیدواریم بگویید اسلحه نگرفته ایم که به سوی هموطنان نشانه بگیریم. آیا انتظار دارید این تظاهرات به حرکت بزرگتری تبدیل شه؟ چه پیامدی را از این تظاهرات انتظار دارید؟ رژیم در سرکوب تظاهرات دست بالا را دارد، زیرا نیمی از جامعه بین‌المللی نمی‌خواهد توجه خود را به آن معطوف کند. تظاهرات حکومتی آسان است. اگر رژیم بخواهد تظاهرات کنید، می روید و ترسی از بازداشت، تهدید یا ناپدید شدن توسط نیروهای امنیتی ندارید. تظاهر کنندگان واقعی در خیابان‌های ایران آنهایی هستند که با خطر تیراندازی رژیم و دستگیر شدن و یا کشته شدن مواجهند. این تظاهر کنندگان جان خود را برای تغییر در کشور به خطر می‌اندازند. جنبش آنها مردمی و خودجوش است، اما رهبری ندارد. به رغم مسدود شدن اینترنت توسط رژیم، تظاهرات جریان دارد. این نشان خوبی است. باید اطمینان حاصل کنیم که تظاهراتشان منعکس شود و بدانند جامعه بین المللی و مهمتر این که آمریکا در کنار آنهاست. آیا این تظاهرات در کشورهای همسایه مثل عراق، سوریه، قلمرو کردستان و لبنان پیامد یا اثراتی داره؟ این تظاهرات واکنشی به تعهد حسن روحانی بود که گفته بود از طریق پول برجام اقتصاد ایران را بهبود می‌دهد. حال آنکه به عکس پول در عملیاتی در عراق، سوریه، یمن و لبنان خرج شد. ما از دولت عراق پرسیدیم آیا می‌خواهید در 5 سال آینده مانند ایران شوید که مردمتان علیهتان شورش کنند؟ چرا آلت دست دولت ایران شدید؟ سلطه طلبی های ایران در سوریه، در عراق و دیگر کشورها به اقتصادشان صدمه زده. پول ناشی از توافق برجام را هدر دادند. مردم مخالف آنند. حالا این وظیفه ماست که نشان دهیم رهبر ایران چقدر پول دارد. برآورد شده که ثروت او 96 میلیارد دلار است. مقایسه‌ای با درآمد مردم ایران ارائه دهیم. نرخ بالای بیکاری جوانان در ایران از عوامل بی‌ثباتی است. باید اطمینان حاصل کنیم که مردم ایران بدانند ما پیام آنها را می‌شنویم و جامعه بین‌المللی می‌داند که در ایران چه می‌گذرد.